سلام، من پوپک حقیقی هستم. از خونه خودم اینجا در اسکاتلند، شمال اسکاتلند صحبت میکنم. این ویدیو رو من برای بازگو کردن و به اشتراک گذاشتن تجرباتم از گذر از بیماری کووید دارم میسازم. هدفم این هستش که با بازگو کردن، با به اشتراک گذاری داستان من، بتونم دریچه باز بکنم برای دوستانی که مواجه هستند با این بیماری یا اینکه مبتلا هستند، و در میون گذاشتن راهکارهایی که به من کمک کرد. هدفم این نیستش که به شما بگم، به بینندگان عزیز، که چی کار بکنید یا نکنید، چه کاری درست هست یا نه. فکر میکنم هر شخصی منحصر به فرد هست، حالا بیماری یا سلامت ما منحصر به فرد هست. بنابراین چیزهایی که به من کمک کردن ممکنه صدق نکنه برای شما، و هدف این نیستش که بگم که شما چیکار کنید یا نه. فقط من میخوام داستان خودم رو بازگو کنم و تجربه خودم رو به اشتراک بذارم. و احساس من این هستش که ما خیلی چیزها رو یعنی میتونیم از همدیگه یاد بگیریم و یاد بدیم، و هدف من فقط این هستش که با بازگوی این داستان بتونم کمکی بکنم در راه شما برای یافتن راهکارهایی که میتونه کمک بکنه. اگر داستان خودم شروع بکنم، اواسط آگوست یا اوایل شهریور بود که من مبتلا شدم به بیماری کووید، و چند روز، یک شب، دو شب طول کشید تا کاملا در بدنم من کاملا احساس بکنم که این بیماری همه جا گیر شده، و تب شدید داشتم و خب خیلی سخت بود، و در طی چند روز بدنم شروع کرد به درد گرفتن، ریه هام فشاری رو احساس میکردن از درون، و دنده های پایین من اینجا خیلی شروع کردن به درد گرفتن. دردهایی که داشتم خیلی مشابه بود به دردی که داشتم در هنگام بارداری، و متوجه شدم که از درون این ریه هام دارن فشار وارد میکنند به دنده های پایینم. متوجه بودم که ریه هام، حالا میشه گفت درگیر هستند، فشاری وجود داره روی ریه هام، سرفه های خیلی شدید داشتم، و کم کم حس بویایی و چشایی هم از بین رفت، و کلن این نقاهت من بیشتر از 10 روز طول کشید. چون که من در اسکاتلند زندگی میکنم، خب خوشبختانه اینجا دسترسی دارم به سیستم درمانی اینجا که بهش میگیم NHS، National Health System، که خیلی سیستم خیلی خوبی هستش، خیلی پشتیبانی میکنم و خیلی کمک میکنم، و در صورت نیاز من 3 بار زنگ زدم به NHS. اول خب اینجا باید اعلام بکنیم وقتی که بیمار میشیم، و یه محدودیت مکانی وجود داره، یعنی من نمیتونستم خونه خارج بشم، و خب خوشبختانه دوستانم برای من خرید میکردن، غذا میآوردن و غیره. و خب به خاطر بیماری من سه بار زنگ زدم و مشورت کردم، دکترای NHS زنگ میزدن، و خوشبختانه برای من نیازی نبود که برم به بیمارستان و اکسیژن دریافت بکنم، و خب ولی چند بار احساس کردم که ممکنه نزدیک باشم، و به خاطر این زنگ زدم. چیزهایی که خیلی به من کمک کردند رو این رو میخوام به شما با شما در میون بذارم. داروهایی که کمک کردن، اول من از این دارو خیلی استفاده کردم، این پاراسیتامول 500 میلی گرم هست، که خب به خاطر دردی که داشتم در بدنم، این رو من هر 6 ساعت یک بار مصرف میکردم، و فکر میکنم حدود 5 روز مداوم استفاده میکردم از این، و خیلی کمک کرد به من این
پاراسیتامول و هنگام مشورت با دکترهای NHS به من پیشنهاد کردن که از این دارو آیبوپروفن هم استفاده بکنم هنگامی که تب من خیلی بالا بود. از این کمتر استفاده کردم ولی از این هم استفاده کردم و خیلی کمک کرد به من. در مورد تب چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی که بدن ما تب میکنه یعنی بدن ما داره مبارزه میکنه با این ویروسی که در بدن هست و میخواد که بدن همه جا گیر هستش و اگه بتونیم اجازه بدیم بدن ما تب بکنه و از این تب گذر بکنه بهتر هستش که اجازه بدیم این چالش این رویایی پیش بیاد در بدن ما و نخواهیم خیلی زود تب رو قطع بکنیم. خب این در مورد من هم همینطور بود ولی خب کووید خیلی سخت هست روی ریه ها و من میخوام از دوستانی که کمکم کردن این گیاهانی که اینجا هستن رو من به عنوان دوست میبینم با شما صحبت بکنم. یکی از دوستان من قبلا ویدیوی تهیه کرده بود از تجربه خودش با کووید و اینکه چطور تونست به ریه هاش کمک بکنه و دوست من از این گیاه پیاز خودمون صحبت کرد که پیاز خاصیتی داره که روی ریه ها خیلی اثر میذاره و میشه با آب پیاز رو باید خرد کرد کوچیک کوچیک و داخل پارچه نازک گذاشت و اینو میتونید بزنید روی ریه هاتون از جلو یا از پشت و این آب پیاز که برخورد میکنه با پوست و میتونه اثر بذاره و چیزی که در ریه هست رو جذب بکنه. من یادمه که خب یک شب خیلی بیتاب بودم، خیلی درد داشتم و نمیتونستم بخوابم، از طرفیم خسته بودم و این به زبان انگلیسی بهم میگیم کامپرس. این کامپرس پیاز رو من درست کردم، گذاشتم پشتم هم جلو و دراز کشیدم روی این پیاز خرد و تونستم اون شب راحت بخوابم تا صبح. بنابراین این تجربه خودم هستش که این پیاز کوچیک خرد شده خیلی کمک کرد به من و اگه شما همچین تجربه ای دارید یا اگه کمکی میخواید فکر میکنم این خیلی با ارزش هست، کمکی هستش که خیلی دست در دسترس هست و شخصا به من کمک کرد. چیز دیگه که به من کمک کرد سرفه هایی که من میکردم خیلی سخت بود، خیلی روی گلوی من و روی ریه هم سخت بود و احساس خب ناراحتی بیقرار بودم و صحبت کردم با یکی از دوستام که خودشم پزشک بود و به من پیشنهاد کرد که این از این بخار استفاده بکنم، steam inhalation به زبان انگلیسی میگیم، که آب رو جوش میاریم و نکته که میخوام بگم این که اگه بخواید امیدوارم که به کمک بکنه و اگه نیاز باشه بتونید استفاده کنید ولی مواظب باشید که این آب بخار خیلی زیاد گرم نباشه، یعنی جوش نباشه. اگه به درجه خیلی بالا باشه میتونه پوست ما رو بسوزونه، بنابراین مواظب باشید که زیاد داغ نباشه. این بخار باید با حول سرتون رو بپوشونید که بخار در نره و در این محیط وقتی که بخار وارد ریه میشه کمک میکنه، یعنی لطیف میکنه و نرم میکنه ریه ها رو و میتونید به این بخار یا گیاهانی رو اضافه بکنید یا عصاره گیاهان اضافه بکنید که میتونه کمک بکنه. در مورد من از کاج استفاده کردم،
اینجا در اسکاتلند ما بهش میگیم سکاتس پاین، کاج اسکاتلندی هستش. شما اگه جایی هستید که نزدیک هستید به درختان و طبیعت، دنبال کاج میتونید باشید بگردید. و من از اساره کاج استفاده کردم، ولی اگه نگاه کنید خود همین کاج که اینجا هست، در این بالاش این صمغ وجود داره و این صمغ میتونه خیلی کمک بکنه. بنابراین این میتونید مستقیم وارد بکنید و این اساره این کاج رها میشه و خیلی کمک میکنه. گیاه دیگه که خیلی کمک کرد به من استفاده کردم در این همین بخار، این روزماری هستش. میتونید ببینید روزماری هم خیلی کمک کرد و میتونید اینو مستقیما وارد بکنید و این عصاره روزماری رها میشه و میتونید، آره من بوش رو الان احساس میکنم، و میتونید از این ستیم، از این بخار استفاده بکنید. سرتون رو کاملا میپوشونید با این حوله و وقتی که این بخار وارد ریه میشه، باعث لطیف شدن ریه میشه و نفس کشیدن راحت تر میشه. من چند بار خودم از همین ستیم بخار استفاده کردم و احساس راحتی و نرم شدن این ریه هام رو به من داد و امیدوارم که خود شما هم باید راه خودتون رو پیدا کنید و گیاهانی که نزدیک خودتون هستن رو اگه میتونید رابطه ایجاد بکنید با این گیاهان. گیاه دیگه که کمک کرد، چند تا چیز اینجا من دارم میخوام به اشتراک بذارم. بعد از مدتی من احساس سرمایه زیاد داشتم در دست ها و پاهام، سرمایه خیلی شدید که تا این موقع نداشتم و احساس من این بودش که جریان خون، هم خونم خوب نمیچرخه و برای این هستش که ممکنه خونم نمیرسه به دست و پام و احساس سردی خیلی شدیدی داشتم. و در این موقع من خوشبختانه تونستم با دوست دیگه که به زبان انگلیسی میگیم آروماتراپیست، یعنی شخصی هستش که با عصاره گیاهان کار میکنه و از گیاهان به عنوان دارو استفاده میکنه، به من پیشنهاد کردش که از فلفل خودمون، فلفل حالا سیاه اینجا هستش، از عصاره این استفاده بکنم برای کمک کردن به گرمتر شدن. و یه چیز دیگه که استفاده کردم و خیلی کمکم کرد، این میخک هستش. دوباره من از عصارهش استفاده کردم، ولی خب اگه که به این صورت هست، در این شیشه های کوچولو هستش، و اگه ما دسترسی نداشته باشیم به این عصاره، میتونیم از خود گیاه استفاده بکنیم. و این رو من در به این صورت، یعنی در این چیزی که میبینید اینجا، به زبان انگلیسی میگیم دیفیوزر، که اینجا آب گذاشتم، بالاش آب هست و چند قطره من از عصاره همین فلفل سیاه رو ریختم و کلوف میخک رو ریختم. چیز دیگه که برای خودم خیلی کمک کرد، لوندر، گیاه خوشبویی هستش که اینجا وجود داره و خب زیر شمع هستش که باعث میشه این بخار، این تبخیر بشه و این عناصر در هوا وجود دارن و با استشمام این عناصر هم به ششهای من، ریه‌های من کمک شد و هم احساس سردی در دست و پام از بین رفتش. یعنی فکر میکنم به گردش خون من کمک کرد و به این طریق خیلی کمک کرد به من. گیاه دیگه که نیاوردم اینجا ولی خیلی کمک کرد در این زمان، به زبان انگلیسی میگیم تایم، به فارسی آویشن فکر میکنم، باید بگردم ببینم به فارسی چی میشه، آویشن فکر میکنم. این رو من در حموم استفاده کردم و
هنگامی که خیلی سرد شده بودم یا اینکه احساس خیلی بیماری شدید داشتم، چند تا قطره از این آویشن رو من اضافه کردم به در حموم و خیلی کمک کرد به من. در اون زمان از نمک هم استفاده کردم، یعنی 1 کیلو نمک رو ریختم توی وان حمام و با عصاره آویشن و رزماری حموم کردم و بعد از اون کلن حالم رو از این رو به اون رو شد، یعنی خیلی برای من محسوس بود تفاوت حال من قبل از استفاده از گیاهان و بعد از اون. این تجربه من هستش. من شخصا دراز مدت هستش که با گیاهان رابطه دارم به عنوان دوست و دارو. فکر کنم رابطه هست که هر کدوم ما باید پیدا بکنیم با گیاهان اطراف ما، با طبیعت، و شخصا میخوام بگم که خیلی کمک کرد به من و امیدوارم که این داستان من، تجربه من، اگه کمکی هست برای شما، من خیلی شخصا خوشحال میشم.